به نام خداوند مهربان و بخشاینده. السلام علیکم بینیدای عزیز تلویزیون جهانی آریانا، باز هم در خدمت شما عزیزان هستم با تقدیم نمودن یکی از دیگر برنامه هنداره، و این بار هنداره را در گلغوندی بر شما آمدیم اینجا و هنداره را اینجا بر شما تصویر برداری کردیم با طبیعت بسیار زیبا و با استاد گرامی استاد گلزمان سندرغاړی، چې په لومړي ځلی دوستانو د گلغونډۍ د پاره دا سندره وویلې، چې هغه وختونه چې موږ په یادیږي واقعا هر وخت چې دا سندره اوړو ورځ پر ورځ تازه کیږي استاذه، و با عبدالحد جان و سید صبور جان انشاءالله که یک برنامه بسیار زیبا و دیدنی خواهد بود. تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. تمام دوستایی که اینجا هستن با ما هستن در برنامه، تمام تان خوش آمدید میگم. و صبور جان، اینجا که آل در گلغوندی هستیم، نوروز چطور تجلیل میکنن؟ پیش از اینکه دوستای عزیز صبور جان صحبت خود آغاز کنه، ما سال نو بر تمام تان تبریک میگم، پدی هیله چه دغه نوی کال مو د خوخه خوشاله نیک مرغی او د صلح دراوړو تلپات کال وسی، او خوخه پکې ولمنځو د استاد سره یوځای تل استاد زموږ له ژوندې صبور جان او عبدالحق جان او ټول دوستان. و آل از صبور جان میپرسیم که سال نو چطور در اینجا تجلیل میکنن؟ والی چی میگن گل ارغوان چقدر زیبا معلوم میشه در بک‌گراند ما. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، خوشحال هستم که جناب استاد گلزمان با خود داریم. و در ولایت پروان ما ساحات باستانی بسیار زیاد وجود داره که از لحاظ تاریخی برمیگرده به هزاران سال قبل از امروز. بله. که ای تا نفس به نفس و نسل به نسل ای انتقال پیدا کرده و در بین نسل های ما جاگزین شده. بله بله. به این اساس ما گفته میتونم که در موسم فصل بهار، وقتی که سال اول سال، روز اول سال میشه یا روز نو سال میشه یا سال نو میشه، ما انعنات بسیار زیادی در ولایت پروان داریم، چون که پروان با داشتن 40 یا 50 ساحه ثبت شده توریستی در ولایت پروان موقعیت داره. بیشتر اکثر ساحات پروان شما دیدین که به عنوان یک باغ تشبیه شده. اینجا میمان خانه تمام ملت افغانستان و کشورهای همسایه و میمانان خارجی است. دیگه به این اساس ما گفته میتونم که انعنات ما در این موسم سال بسیار زیاد است، از قبیل تخم بازی، سنگ اندازی جوانا و کشتی یا پهلوانی که در ساحات اینا میگیرن. دیگه به رفتن عیادت مریضان است که در این وقت سال مردم میرن به عیادت مریضا. بله. و رفتن سر مقبره ها یا ساحات توریستی است که با نان بولانی پخته میکنیم، گنجشک سرخک و من او را باز در نان خوردن. بله. بر دوستا تشریح میکنیم چی هست. بله. ایره تشریح میکنیم این مسئله را. دیگه میرن به خانه مردم، انعنات خود با هم شریک میسازن، سال نو تبریکی میتن. بله. دیگه انعنات مردم پروان همانند دیگر مردم افغانستان بسیار زیاد است. از کجایش قصه کنم؟ زنده باشین، تشکر. پیش از اینکه قصه ها با عبدالحد خان شروع کنیم، از استاد میشنویم. استاد هم خرغلا است ما او نن ډیر پدی خوشاله یو چې تاسو له موږ سره سي پدی کال کې په نوې کال کې، او هغه په خاني ادونه ورات از شو چې وای په گلغونډۍ در غوان جوړې میلې دي، میلې ته خو راغلي هم یو موږ ټول. کنه ډېره مننه تاسو نه ټول، نه تشکر. اول خو ډېر خوشحاله یم زه چې نن بیا دې گلغونډۍ په ځای کې زه ناست یم چې چېرته مې سندره جوړه کړې. بالکل بالکل. خو فرق یې کړی ده. اول خو د نوي کال مبارکي ټول افغانستان ټولو ولسونو ته، که څوک په بهر ملک کې دي، که څوک په افغانستان کې داخل کې دي، بیا خصوصا د شمالي خلکو ته، او دلته چې دوی سره ناست دوی سره د مامن سره د ټولو حضور مبارکي درته وایم د نوي کال. دا خو هغه گلغونډۍ ده چې ما هغه سندره نن نه دوه څلوېښت کاله مخکې جوړه کړې ده سندره. یعنی زموږ د عمرونه ډېره ډېره زیاته مخکې. دا کلي چې اوس دا نول. بالکل. دا کلي نول په دغه سیمې کې چېرته کومه ونه وه، د ونې باندې ناست وم، هلته مې شعر جوړ کړ، ارمنار سره لکه دا اوس. بالکل. شعر مې جوړ کړ، کمپوز مې جوړ کړ، لاړم راډیو کې مې ریکارډ کړ. ټلویزیون چې جوړ شو، اولینه سندره د گلغونډۍ سندره وه چې د ټلویزیون د پردې نه اولین سر نه هنر
بالکل پگلی زلمی کبھی سیلونا دور دی دمینی بازار ہونا لا 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 پارا خوا ہے پارا خوا دی پسر لی خوری وگمی دی زان جوڑا وا لاس رکا وا گلی وردو چین اندری دی لاس رکا وا گلی وردو چین اندری دی پگل گنڈی ہے پگل گنڈی دار غاو جوڑی ملی دی لاس رکھا وا گلی وردو چین اندری لاس رکھا وا گلی وردو چین اندری بلنس پڑی لی ارغوان دی دغم مصری دی گل زمان دی لا 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 دا عرشیق دا عرشیق سر روانی مشوکی دی زان جوڑا بر لاس رکا و گلی ورزو تین اندری دی لاس رکا و گلی ورزو تین اندری دی پا گل گنڈی ہوئے پا گل گنڈی دار غاوان جوڑی ملی دی زان جوڑا بر لاس رکا و گلی ورزو تین اندری دی لاس رکا و گلی ورزو تین اندری دی بسیار کوتاہ میگیریم دوستان عزیز بعض وقت برمیگردیم برنامه را ادامه میدیم با استاد عزیز با دوستان عزیز اینجا که هست برنامه انشاءالله بهترین خواهد بود آن هم وقفه بسیار کوتاه شما بینده برنامه هنداره و ویژه برنامه هنداره از شبکه جهانی آریانا تماشا میکنین و آن هم عبدالحق جان بر ما میگه که وقتی که ما در گلغوندی میاییم و در این فصل که واقعا بسیار زیبا است گل ارغوان که میبینیم همی روح ما تازه میشه نفس های که میکشیم اینجا همی ششای ما تازه میشه چقدر طبیعت زیبا و باب باب همی گل های ارغوان که اینجا میبینیم همی تر و تازه میشیم از گل ارغوان میپرسیم که من فکر میکنم بسیار تاریخ کهن داره از وقتهایی که این گل طبیعی است چی رقم است میشانند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم گل ارغوان امی ساحه که ما شما هستیم این ساحه ای گلش امی درخت از سالهای متمادی شکل طبیعی رویده که
زینت بخش امی ساحات و منطقه بوده و هست. بسیار زینت بخش و این بسیار سابقه طولانی داره که یک وقت این یک شاعر نامدار این کشور به نام گلپاچای الفت سر میزنه در این ساحه، میبینه و از این منطقه بسیار خوشش میاد، در این رابطه یک شعر را میسرایه و این به نام یک تپه بود، باز این را نامگذاری میکنه به نام تپه گلغندی، یعنی این تپه که پر از گل است و هر طرفش زیبایی های خود به خود میگیره. و بعد از اینکه گلپاچای الفت از اینجا رخصت میشه، در او از زمان میرعلم خان رئیس شاروال ولایت پروان میباشه، باز این در جد و جهد بخط میتر در قسمت باسازی ازمی ساحه گلغندی که امروز ما شما شاهد ایسانش هستیم. باز این تپ تلاش میکنه و یک اوزنبار در قسمت شمالی شمال گلغندی جور میکنه و یک اوز آبازی جور میکنه و گلها را در اینجا گلهای هر قسم گلها را به شانش میگیره. بعد از این که میرعلم خان از سمت ریاست شاروالی به مینه یا تبدیل میشه، بعد از اون میر عبدالکریم معقول رئیس شاروال میشه، ایام یک مقدار در قسمت باسازی گلغندی و چشمه ولی و اینی چشمه شفایی که شما بعدها خواه دیدیم توجه بسیار خاصی میکنه و کوشش میکنه که سرک گلغندی هم قیر شوه که باز همون وقت نتونست میر عبدالکریم معقول به مور زمان باز میر عبدالعلیم روی صحنه میاد یا رئیس شاروال میشه. بعدن زیادتر که باسازی میکنه جنرال عبدالبصیر سالنگی والی پروان در قسمت باسازی کل توجه خاص خود مبذول میداره. بهترین یک جای از دوستای عزیز همین شمایی که همین اکنون ما را از شبکه جهانی آریانا تماشا میکنین، در هر کجایی که هستین حتما اینجا بیاین بر تفریح. واقعا ما خامیل بسیار زیاد لذت میبرم و کسایی که بیرون از افغانستان زندگی میکنن اونا که وقت افغانستان آمد حتما از گلغندی دیدن میکنن. یک چیز دیگه هم عرض کنیم که بر علاوه از این که مردم ایجی سرزمین در اینجا به خاطر تفریح و ساتیری میان، از دیگر ولایت های کشور هم و حتی از خارج به شکل سیاه یا سیاهین در اینجا حضور پیدا میکنن، از طبیعت آزاد از اینجا و از آب هوای تصفیه شده از اینجا استفاده خوب کرده، بالاخره در یادداشت های خود امی ساحه و این منطقه را میگنجانه. بله خب حال خب عکس زیاد رواج از دوست عزیز، معمولا هر کسی که میایه اینجا با استاد ما خب تقریبا بسیار زیاد عکس گرفتیم و از این بابا هم زیاد خود گرفتیم، بخیر تا که میره پس کابل بخیر اینجا زیاد عکس خود گرفتیم و یادگار خود مان تا که هستیم و تا که ما نیستیم هم با اولادا و نواسا خود مان استاز نبا بسی یا کلی پزلو پوری سندره واو رو کسنگر میره بانی از استاز یک آهنگ بسیار زیبا میشنیم. دا وطن ودان وطن دا دلوی افغان وطن دا پمونگ گران وطن دا پمونگ گران وطن خاور دا غیرت دا زلزلی لری توفان لری غرونو کی بازان لری غرونو کی بازان لری پلو یغرون کی شور پسندون کی مین ای پلون کی ستاپلو یغرون کی شور پسندون کی مین ای پلون کی کاری دغرو چت سرنا داس مان سرا ننگو دای مان سرا ننگو دای مان سرا کاری دغرو چت سرنا د اسمان سرا ننګو دا ایمان سرا ننګو دا ایمان سرا
دا وطن ودان وطن دا دلو افغان وطن دا پمونگ گران وطن دا پمونگ گران وطن خاور د غیرت د زلزلی لری طوفان لری غرونو کې بازان لری غرونو کې بازان لری وسی افغانان پکی نسل کارمان پکی والا سربازان پکی وسی افغانان پکی نسل کارمان پکی والا سربازان پکی کیگی دمینی یار افغان ولولی لری بالی لمبی لری بالی لمبی لری کیگی دمینی یار افغان ولولی لری بالی لمبی لری بالی لمبی لری دا وطن ودان وطن دا دلو افغان وطن دا پمونگ گران وطن دا پمونگ گران وطن خاور د غیرت د زلزلی لری طوفان لری غرونو کی بازان لری غرونو کی بازان غرونو کی بازان لری غرونو کی بازان لری ډیره تاریخي او پزړه پوری سندره دوستانو چې نه هیریدونکي سندره ده ډیره خوانه په دوه زره او پنځه سلوه کال نور هم ژوند دی ډیره مننه ټول دوستانو سره او واقعا ډیره خپل پزړه پوری سندره دوستانو اوس هم وقفه یې بسیار کوتاه میگیریم و بعد از وقفه برمیگردیم برنامه را ادامه میدیم بعد از وقفه تخم جنگی داریم دوستان عزیز ما را فراموش نکنید بسم الله الرحمن الرحیم اینی فرهنگ تخمبازی ما مردم است که در بین جوانان یک فرهنگ بسیار خوب است که از دیر زمان در بین مردم پروانی رواج داشته با زدن دو دانه تخم مرغ بنو که هم اینا یکش مشکنه و یک دیگه ثابت میمانه کسی که مشکنه او تخم بای میتا بر نفری که تخمش زور شده و نشکسته اگرچه که از لحاظ اسلامی میگن که این ناروا است اما این از اوان دور در بین این مردم رواج داشته در زمانه های عید و نوروز و بهار و روزه های ملی کشور بیشتر در شهر چاریکار رواج شمی بوده که در سر چوک چاریکار مردم به این فرهنگ می پرداختن و جوان ها به خاطر خوشی و حل حلی که داشتن با هم تخم جنگ می دادن و میمانی در سر یک دیگه خود چپه می کردن این به عنوان یک قمار نه بلکه به عنوان یک خوشی و یک فرهنگ و بازی مردم است که انجام میشه در بین مردم پروان خب دوست عزیز آل هم اسب سواری میکنیم و اینجا صبور جان است حتما سر فرهنگ کهن اسب سواری هم صحبت خواهد کرد و ما یکم میترسم به خاطر که این اسب دوست ما گفت که لغت میزنه لغت خو نمیزنه این اسب خو توکل به خدا دوست عزیز و دعا کنین که ما تا یک جای تر اسب برم و پس بیایم و صبور جان شما حتما سر فرهنگ اسب سواری صحبت خواهد کردیم بفرمایید بسم الله الرحمن الرحیم به شما بیشتر معلوم است که مردم پروان همیشه نام عیاری و افتخار عیاری را داشتین بله بله در آوان تاریخ بسیار زیاد مردم پروان اسب داشتن و در اینجا تکاورای بودن که در مبارزات سیاسی در سطح دنیا از پروان مبارزه میکردن بله. و اشتراک میکردن که در جنگ های سلطان سکندر اسکندر مقدونی ما مردم توانستیم اسکندر از اینجا برانیم و سپاه از این مدت 4 سال در این سرزمین صد بکنیم اجازه ندهیم به سمت شمال را پیدا بکنه بله. ما مردم با اینمی عیاری و تکاوری خود توانستیم برای
اولین بار شکست تلخ بر چنگیز بچشانیم و فرزند یا نواسی ازیر در پل متک بکشیم و مردار بکنیم. به این اساس اسب سواری فرهنگ اصیل ما مردم است، به خاطر ازی که تاریخ ثابت کرده که این جزء از وجود ما مردم بوده، جزء از فرهنگ ملی ما مردم بوده. پس به این اساس تا به امروز هم عنعنات و رسوم ما وجود داره که جوانان میان به خاطر ازی وقتی که توانایی اسب سوار شدن هم داشته باشند باز برای خود میبالند، میگن ما جوان شدیم، ما امروز به عنوان جوانای رشیدی نیست از زمین ارزندام که دیگه تا کسی در مقابل ما است. یک مطلب هم یک رقم است که میگن یک جوان باید اسب سواری، نیزه اندازی و آبازی را یاد داشته باشد. دیگه حالی ما ببینیم که ما چقدر یاد داریم از سواری. مردم ما بیشتر سر نیزه اندازی یا تیرزنی یا نشانزنی مهارت بیشتر دارن و سر اسب سواری مهارت کاملا الحمدلله نسبتا دارن، اما در قسمت آبازی دریاهایی که ما داریم تنها در دریاها میدانن آبازی بکنن. بله. آبازی در بحر سخت است. ما بحر هم نمیریم، در دریا خوب است. خب حالی از سواری را دوستای عزیز امتحان میکنم ما و باز از او باز دوستای ما هست که از سواری میکنن و تصاویر خواهد داشتیم و دوست عزیز دیگه خود فکر تا بگیری که بسم الله الرحمن چک. این هم فرهنگ اصیل پروانی ما که عبارت از قرصه است، یکی از ورزش‌های رزمی است که دو گروه با هم مبارزه میکنه و یک گروهی که برنده میشه او میتونه از یک پته به پته دیگر انتقال بکنن، یک نفر به عنوان یک چیز نام میگذارن سرش، یا گوساله یا سنگ یا چوب، یک چیز نام میگذارن، بالاخره او میتونه او پته دیگر را پاس بکنه، وقتی که پاس کرد این مسابقه تمام میشه و برنده میشن، وقتی که برنده شدن میمونی سر خانه یک دیگه خود چپه میکنن. به این اساس این یکی از مسابقات اصیل و ورزش های اصیل مردم پروان ما هست. دوستای عزیز سپاسگزارم از تک تک شما که تا ایدم برنامه ما را همراهی میکنیم. حال هم وقت نان رسیده و چی پخته کردین بر ما امروز؟ معمولا در روزهای نوروز در اینجا کدام غذاها بسیار زیاد شهرت دارن که معمولا از قدیم تا به حال ماند؟ بیشتر در زمانی که نوروز نزدیک میشه و گل ارغوان گل میکنه، سبزه ها در کوه ها سبز میکنن، کباب مردم ما بسیار زیاد علاقه مند خاص داره. مردم ها حتی از کابل به خاطر کباب خوردن بهاری در پروان میان تا از گوشت تازه گوساله در اینجا استفاده بکنن و از این میل بکنن. و دیگه سرخک بودنه است. سرخک بودنه یا گنجشک بودنه که از این شکار میکنن مردم ما، گنجشکای مهاجر و پرنده های صحرایی را شکار میکنن. بله هم ما دیگه مزیدش میبینیم که چطور است و با تقدیم نمودن خوردن یعنی که ما بخوریم با ازو دیگه برنامه به اختتام میرسه تا برنامه بعدی که باز هم در خدمت شما عزیزان قرار میگیریم و سپاسگزارم از شما که واقعا بسیار زحمت کشیدین سید صبور آقا و عبدالله جان، تمام دوستای ما که اینجا هستن. میخوریم و شروع کنیم. اشتیاق خوب بهتون میخوایم. زنده باشین. با پیشانی گشاده بخورین، با خنده بخورین، با مزه بخورین. زنده باشین. تا برنامه بعدی که باز هم در خدمت شما عزیزان قرار میگیرم، شما را به خدا نگهدار. تا و به هم تا.